شما سیه ما راه دیدار خدا عیسی مسیح مرد گناهانم بخشیده عیسی مسیح مرد قدرت من شکسته عیسی مسیح مرد خداوند شاه ما من فرزند خدا هستم که صاحب مروارید با ارزش یعنی مسیحه. ملکوت آسمان را میتوان به گونه دیگر نیز توصیف کرد. یک تاجر مروارید در جستجوی مرواریدهای مرغوب بود. سرانجام وقتی به مروارید با ارزشی دست یافت رفت و هر چه داشت فروخت تا آن را بخرد. متا فصل 13 آیه 45 تا 46. عیسی امروز هم با مثل راز لذت بردن از ملکوت خدا رو به ما یاد داد. داستان امروز راجب تاجریه که هر چی داشت فروخت و مروارید مرغوب و خوب و خرید. پس بیایید با هم وارد کلام خدا بشیم تا ببینیم چه اسراری در بهش نهفته شده. روزی روزگاری تاجری بود که جواهرات بسیار براق و زیبا می فروخت. شهر به شهر می رفت و انواع جواهرات را پیدا می کرد و مبادله می کرد. اما اون جواهرساز به دنبال زیباترین و گرانترین جواهر دنیا یعنی مروارید می گشت. بنابراین اون به سراسر کشور سفر می کرد و به تجارت مشغول بود تا بهترین مرواریدهای جهان را پیدا بکنه. اما یه روزی خیلی ها به تماشای چیزی دور هم جمع شده بودن. اون تاجر بسیار کنجکاو شده بود و نزدیکتر رفت تا ببینه چه خبره. وقتی اونجا رو دید چشماش از تعجب دروش شده بود و قلبش از شدت هیجان تون تون میزد. اون از دیدن چه چیزی شگفت زده شده بود، چون بالاخره زیباترین و مرغوبترین مروارید دنیا رو پیدا کرده بود. تاجری که گرانبهاترین مروارید رو دید با خود گفت: آن مروارید گرانبهاترین جواهر دنیاست. من باید اول آن را بخرم قبل از اینکه دیگران آن را بخرند. بنابراین او تمام جواهرات خود را فروخت تا بهترین مروارید دنیا را بخرد. پس از اون تاجر نزد مردی رفت که مروارید خوب را داشت. پول فروش تمام جواهراتش را تحویل اون داد و در عوض مروارید خوب را دریافت کرد. تاجر خیلی خوشحال شده بود، چون بالاخره تونست بهترین مروارید دنیا رو برای خودش بکنه. مروارید خوبی که عیسی چه این مثل داشت راجبش صحبت میکرد چیه؟ عیسی درباره پیدایش فصل 3 آیه 15 مسیح صحبت میکرد که سر شیطان رو له کرده. عیسی مسیح به شکل انسان شد و بر روی این زمین اومد و بر روی صلیب مرد و زنده شد و ما رو از قانون مرگ به قانون زندگی منتقل کرد. عیسی مسیح تنها پسر خدای زنده است. در اصل انسان موجود روحانی شادیه که به شکل خدا آفریده شده. اما مار قدیمی که تمامی جهان را فریب داد، همون اژدهای بزرگ یعنی شیطان که قبلا به این زمین رانده شده بود، با دروغهای خودش انسان را فریب داد. حتی اگر از میوه درخت شناخت خوب و بدم بخوری هرگز نخواهی مرد. خدا به تو گفت این را نخوری، زیرا میدانست اگر بخوری چشمت باز خواهد شد و شبیه خدا خواهی شد. به این ترتیب آدم و حوا به دام حیله، دروغ، طمع و فریبکاری شیطان افتادن. پس از کلام خدا سرپیچی کردن. علاوه بر این انسان شکل خدا را از دست داد و روحش به حالت مرگ فرو رفت. به خاطر همین همه افرادی که در این جهان از نسل آدم به دنیا آمدند در گناه اصلی پیدایش فصل 3 زندگی می کنند و نمی تونند از سرنوشت شیطان فرار کنند.
علاوه بر این چاره‌ای جز این ندارند که به عنوان بندگان شیطان زندگی کنند و در نهایت به جهنم ابدی کشیده میشن. بنابراین برای حل این مشکل اساسی انسان، عیسی مسیح پیدایش فصل 3 آیه 15 از نسل زن به روی این زمین اومد و سر شیطان را که روح ما را دزدید و ما را میکشه رو زد و کاملا نابود کرد. نام مسیح حاوی راز سه مقام است که سه مشکل اساسی انسان را که شیطان برای ما به وجود آورده، یعنی سه نفرین را حل کرده است. عیسی مسیح پادشاه واقعی است که کارهای شیطان را نابود کرده است. عیسی مسیح کاهن اعظم واقعی است که همه گناهان و نفرین ها را حل کرده است. عیسی مسیح پیامبر واقعی است که تنها راه ملاقات با خداست. امروز به وضوح داستان تاجر جواهر که تمام جواهرات خود را فروخت و مروارید خوب را خرید و شنیدیم. پس ما باقی ماندگان خدا روی زمین که مسیح یعنی مروارید خوب و تو این جهان پیدا کرده، باید چه کار کنیم؟ چطوری میتونیم عیسی مسیح رو برای خودمون بخریم؟ با پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان خدای واقعی خودمون. لحظه که عیسی مسیح رو بپذیریم و به اون ایمان بیاریم، کاملا از شریعت و قانون مرگ و گناه رها میشیم و فرزندان خدا میشیم. شیطان که با چشم قابل مشاهده نیست، همه جا مثل شیر قرآن پرسه میزنه تا ما رو ببله. بنابراین ما که فرزندان خدا هستیم و مروارید زیبا یعنی مسیح را داریم، باید همیشه از نظر روحانی بیدار باشیم و نام مسیح را صدا کنیم. پس بیاییم با هم اعتراف کنیم: عیسی مسیح است. ما فرزندان خدا هستیم. تمامی مشکلات حل شده. ای شیطان از ما دور شو. روح القدس ما را پر کن. بشارت جهانی: تا آخر این دنیا ما شاهدان خداوند هستیم. زمانی بود که پولس انجیل را برای مدت طولانی در مراسم عبادت یکشنبه در شهر ترواس با جدیت آخرین کلمات انجیل را موعظه می‌کرد. مرد جوانی به نام افتیخوس در طبقه سوم نشسته بود و به سخنان پولس گوش می‌داد. اما افتیخوس جوان که از نظر روحی بیدار نبود، شروع به خوابیدن کرد و همانطور که کنار پنجره به خواب می‌رفت، از بالا به پایین افتاد و بنگ صدا داد. افتیخوس، مرد جوانی که در طبقه سوم به خواب رفت، افتاد و مرد. پولس با نام عیسی مسیح که رستاخیز و حیات است، به گوش افتیخوس جوان مرده که با مرگ روح پسر را ربوده بود فرمان داد. سپس افتیخوس که مرده بود دوباره زنده شد و به خود آمد و به انجیل گوش داد. به همین دلیل است که ما بازماندگان خدا که زندگی مسیح را داریم، باید از ایمان خفته معنوی رهایی پیدا کنیم. اگر از نظر روحی به خوابی عمیق بریم، فراموش میکنیم که شیطان وجود داره و نبرد روحانی رو از دست خواهیم داد. آن وقت تاریکی میاد و روح ما رو کاملا میپوشونه. با این حال اگر نور مسیح مروارید خوبی را که خدا به ما داده در آغوش بگیریم، نبرد روحانی رو که تاریکی را از بدن ما دور میکنه از دست نخواهیم داد و مانند فرزندان خدا زندگی میکنیم که از پادشاهی خدا لذت میبره. و بسیاری از مردم برای دیدن مسیح، مروارید خوبی که تو درون ماست، به نزد ما میان. در طول این هفته سر شیطان رو که از طریق دیدن و شنیدن وارد ذهن و زندگی ما میشه رو با نام عیسی مسیح پیدایش و سه آیه 15 از نسل زن له کنیم. من شما رو برکت میدم که کلام خدا رو به 237 کشور برسونید و از مروارید درونتون یعنی مسیح لذت ببرید. ای خدای بزرگ و مهربون، از تو متشکرم که مسیح یعنی مروارید خوب رو به من بخشیدی تا با پذیرفتن اون فرزند تو بشم و با اقتدار فرزندی از راز ملکوت آسمانی تو لذت ببرم. خداوندا
من از روح القدست پر کن تا نور مسیح مروارید خوبی را که تو به من دادی در آغوش بگیرم. بگذار در نبرد روحانی با بیرون راندن تاریکی از وجودم شاگرد روحانی تو بشم که برای انجام بشارت جهانی استفاده میشه. به نام عیسی مسیح ناصری دعا میکنم. آمین.